شما که میگفتید بمونید مملکت بسازید، شما که موندی 20 سال کار کردی، 20 چند سال کار کردی، 20 سال برنامه داشتی، چی شد الان حرف چیه؟ و چیزی نداشتم بگم راستش بگم در گذشته استاد محمدرضا شجریان عزیز، میدونم هممون الان ناراحت هستیم از اتفاق بسیار تلخی که برای استاد شجریان رخ داد، ولی این مهر و محبتی که مردم نثار استاد شجریان کردن و میکنند و خواهند کرد نشون میده که به هر حال عرب و تمام محدودیت هایی که بودشون همیشه یه جایگاه مانا در قلب و دل تمام ایرانیان دارن. خیلی خوشحالم که تو روزهایی که به هر حال اتفاقات خیلی خوبی واسه من رخ نمیداد، این اتفاق گرفتن جایزه از سوتا و از دانشگاه صنعتی شریف برای من خیلی ارزشمنده. یه نکته ای که حالا من دوست دارم بهش اشاره کنم، من همیشه سر کلاسام حالا بچه‌ای که حالا فکر کنم بچه‌ای صنایعی رو الان دارن می‌بینن یا بعداً می‌بینن می‌تونن بیان بعداً شهادت بدن، همیشه یه صحبتی که مطرح بود یه فری دیسکشن که من می‌ذاشتم راجع به برین درین بود، به بچه‌ها میگفتم آقا خانم نرید مملکت رو ترک نکنید، بمونید اینجا مثل آقای جلیل خان و تمام دوستان که ایرانو گذاشتن رفتن و از واسه افتخار ما هستن، شما ایرانو رها نکنید مثل من و مثلا دکتر دورعلی و خانم نادری و اینا، بمونید اینجا تلاش کنید بجنگید که مملکتمون رو بسازیم. و همیشه یه دیبیت واقعا همیشگی بوده برای من. احمد 97 که ترم جدید شروع شد من اینو مطرح کردم سر با بچه کلی جد و بس آب بمونید و فلان رو واسه چی میخواید برید و حالا رفتید بیاد اگر برگردید و نهید اونجا موندگار بشید و بمونید مملکت رو بسازید. در این صحبت ها اسفند 97 من رو گذاشتم کنار به اون شکل عجب و غریب و بدون هیچ توضیح، بدون هیچ واقعا دلیل موجه من رو گذاشتم کنار رو اید شد و فروردین اولین کلاس چون 14 فروردین بود دوباره سر کلاس بچه ها گفتن استاد شما که میگفتید بمونید مملکت رو بسازید، شما که موندی 20 سال کار کردی، 20 چند سال کار کردی، 20 سال برنامه داشتی، چی شد الان حرف چیه؟ و چیزی نداشتم بگم راستش. امیدوارم یه بستر فراهم بشه که همه کسایی که دوست دارن کشورشون رو این نهانشون رو دوست دارن بتونن کار کنن، فعالیت کنن در حوزه‌ای که دوست دارن. و بازم من صمیمانه تشکر میکنم از همه عزیزانی که منو لایق گرفتن این جایزه دونستم، برای خیلی ارزشمنده، خیلی مایه مباهات من این جایزه که به من دادید و سعی میکنم در واقع تلاش کنم که نشون بدم شایستگی و لیاقت گرفتن این جایزه رو داشتم.